برای اون چیزی که حسین فاطمی در 60 سال قبل از پاریس به این روزنامه گزارش کرده که تو پیشینوی روزنامه است. من الان بر شما میخونم. ببینید این مرد در 60 سال قبل چیزی رو پیشنهاد کرد که 100 بار شاهنشاه آریامهر گفتش که ایران رو میخوان ایرانستان کنند. همه شنیدن. این اون موقع گفته بود ولی کسی توجه نکرده. من میخونم اینجا نوشته. حسین فاطمی از پاریس: اگر شما جن را ندیده اید، لا اله الا الله را زیر پرچم داس و چکش ببینید. آخه کسی 60 سال قبل داره درس میخونه، اونجا دکترا داره میگیره، یه همچی چیزی بنویسه، مسعودم بیاره بذاره بعد از سر مقاله خودش. افتخار من اینه که من با چنین مردی کار میکردم. مسعود به من گفت حسین داره میاد. یه ماشین یکی از رفیقام داشت، ماشین هودسون، سوار شدیم رفتیم فرودگاه. اون واقعی هواپیمای جت نبود که، این چیزای داکوتای بود و نشستیم. با 3 ساعت تأخیر حسین اومد. حسین که اومد بوسیدمش، گفتم قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. من فریفته این مقالاتی شدم که از اونجا فرستید. از این خدمت، از این ساعت در خدمت شما هستم. سوار ماشین شدیم و حسین ناراحت بود. گفت من چند تا برادر دارم ولی اینا هیچ به من نمیرسن. وضع منم در اروپا موقع درس میخوندم خیلی بد بود. حالا کجا باید برم امشب بخوابم؟ من گفتم قربون، من الان به آقای احمد دهقان، مدیر تهران مصور که رئیس انجمن روزنامه نگارانه، الان زنگ میزنم. اول ارباب جمشید انجمن اونجاست، بریم اونجا. رفتیم اونجا، دیدیم اصلا هیچ کسی. سرایدار رو گفتم اون تخته رو برد بیار. یه تختایی بود بروجردی میگفتن، جمع میشد. تخت رو واز کردیم، یه پتو انداختیم. من رفتم نون بربری و پنیر و انگور گرفتم. اون ورود ایشون در اونجا چیز کردیم، با ایشون غذا خور دیگه. من ولش نکردم تا اینو کشتم. میخواستم خدمتتون عرض کنم که تا لحظه آخر باش بود. موضوع مهمی که من میخوام بگم، امیدوارم که آقایون در این مورد بهش توجه کنن، احترامی که من به شادروان دکتر محمد مصدق دارم روی 2 نکته است. اول اینکه در دوران نخست وزیری او آزادی بیان و اندیشه و تشکل‌های اجتماعی و سیاسی و احزاب ممنوع نبود. دوم اینکه در طول نخست وزیری او و وزیرانش از طریق نامشروع و سوء استفاده از قدرت ثروت نیندوختند. آریوس راشان که در سال 1918 وزیر اقتصاد چکسلواکی بود، کتابی دارد که تاکنون بیش از 500 رساله دکترا از طرف دانشجویان درباره محتوای آن کتاب نوشته شده است. راشان می‌نویسد کسانی که علیه استبداد مبارزه می‌کنند 2 وظیفه دارند: یکی این که به ملتشان دروغ نگویند، دوم این که از مقام و شهرت خود برای جمع آوری ثروت و غارت ملت سوء استفاده نکنند. نکته ای را که برای من درباره دکتر محمد مصدق به صورت بی جواب مانده است اینه که چرا دکتر محمد مصدق در مقابل انگلستان و آمریکا این چنین لجاجت می کرد؟ چرا به عنوان یک نخست وزیر و سیاستمدار نتوانست رابطه قدرت را محاسبه کند؟ سیاست 50 ساله آمریکا در کشورهای جهان سوم، چون اندونزی، کودتای اندونزی، شیلی، کودتای علیه آلنده، دخالت‌های مستقیم نظامی در نیکاراگوئه، آمریکای لاتین، نشان داد که هدف آمریکا و انگلستان سرنگونی مصدق بود، نه مذاکره و توافق. که نهایتاً دیدیم تلاش‌ها، مبارزات این مرد وطن دوست او را به ناکامی کشاند
مطمئنم روزی مردم به داوری خواهند نشست و تاریخ ایران ارزش‌های والای خدمتگزاران خود را برخواهد شمرد. حالا یه سخنی بسیار کوتاه دارم، اگر آقای آرش اجازه بده برای جوان هاست. اجازه میدید یا نه؟ نه من نمیخوام که سوء استفاده کنم. اختیار دارید. من شرمنده، من مطلبی اینا رو همینجوری نوشتم، ولی بعدش میخواستم یه نکته ایست که دلم میخواد که واقعا اونو بگم، و اون این که میخوام بگم که الان در ایران عید نوروز در ایران چه خبره، برای اینکه یه تصویری از هفت سین ایران رو بخوام اینجا بگم. چیزای مراسم هفت سین الان در تهران چیه؟ یکی به من تلفن کرد، در پنج کلمه است، میخوام اونو به عنوان هپی اند بگم. حالا اجازه میدید این به جوانها این نکته که نوشتم بگم؟ نه نه، اول اینه بگم برای جوانان هپی اند. نمیدونم اگر خستتون کردم، استدعا میکنم خودم. خلاصه هم ایشون بنده رو شرمنده کردند، هم آقای دکتر. خدا حفظتون کنه قربان. ما غریبیم، هر چی محبت کنید قربان فراموش نمیشه. یعنی خداوند عوض به شما خواهد داد. نگران نباشید. از آقای این 5 دقیقه رو به آقای فاطمی بدید، برای اینکه ایشون سید هستن. در هر حال اجازه بدید، اینقدر من به حاشیه رفتم که از اصل فراموش شد. عزیزان من، این برای جوان هاست خورد که شما هنوز هم هست جزه. یک روز مانده به نوروز بود که نفت ایران ملی شد. آن سال ایرانیان نوروزی خرم داشتند که شعف و پیروزی به جای ستمهای ناشی از غول استعمار بر سیمای یک ملت خوانده می شد. آن سال بهار واقعا بهار بود. بهار ما بهار و بهار در ما بود. البته ما، اونایی که همسن سال منن، ما فرزندان آن خوب روزگاریم. با این روزگارهای امروز خیلی فرق. آن سال سیاست بوی گند نمیداد. انگ تحکم بیگانه از ما برداشته شد. از آن سال درسی گرفتم از تاریخ معاصر ایران که تا امروز سعی کردم با قلم نه با بیان آن درس را به مردم